تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. با درود به شما بینندگان برنامه مناظره سیاسی، رویا قیاسی هستم. امروز 15 اکتبر سال 2016 میلادی برنامه دیگری از سری برنامه های مناظره سیاسی رو خدمتتون ارائه میدیم. این بار هم به یک مقوله پایه‌ای دیگری که فکر میکنیم موزر فرهنگی سیاسی جامعه ایران و جهان است رو میپردازیم و مورد بررسی قرار میدیم، که همانا بررسی پدیده خشونت و خشونت سیاسی و راه حل‌های اون. از همینجا درود میفرستم به دوستان شرکت کننده در این برنامه که ما رو در این برنامه یاری میکنن. سعید صالحینی های گرامی، فعال کمونیسم کارگری، فعال منفرد کمونیسم کارگری، درود میفرستم به شما سعید گرامی. و همینجور آقای علا احمدی، فعال چپ که از سلیمانیه با ما هستن، به شما هم درود میفرستم و خوش آمد میگم به برنامه خودتون و ممنون که ما رو در این برنامه ها یاری میکنین و برای شکافتن موضوعاتی که واقعا موضوع فرهنگی سیاسی جامعه ماست برای بهتر شناختن مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه. سعید گرامی، اگر اجازه بدین برنامه رو با شما شروع کنیم و با سوال اول این برنامه که نظر شما چیست؟ چرا فکر میکنیم که بررسی مقوله خشونت اهمیت داره؟ اهمیت حل مسئله خشونت در رشد جنبش آزادی خواه و انسان محور چیست؟ برای این پرسش 6 دقیقه در اختیارتون قرار میدیم و خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید سعید گرامی. بله، خیلی ممنون و تشکر از شما عزیزان و بیننده هایی که برنامه رو دنبال میکنن. من به نظرم میاد که اهمیت برخورد و بررسی مقوله خشونت از این جهته که نمیتونه جامعه انسانی رشد کنه مگر اینکه تکلیف خشونت رو معلوم کنه. خشونت خب یه بیماری بوده که انسان باش تو طبیعت انسان بوده، همه جامعه شناسا و انسان شناسا تقریبا به همین قول هستن که حالا حداقل از حدود 10,000 سال پیش، موقعی که به اصطلاح تمدن بشری به وجود اومده، این مقوله خشونت توی یه حد بالاتری وارد عرصه روابط انسانی شده و طبقات که شکل گرفتن ابزار خشونت به طور سیستماتیک برای توسعه تسلط اون طبقات حاکم به کار رفته و خشونت به طور مصری تو تمام لایه‌های اجتماعی و فردی انسان رشد کرده و یکی از عوامل مهم کند کردن و سرکوب جنبش آزادی خواهی و جنبش انسان محوری تو طول تاریخ همین این خشونته. خب اونایی هم که دنبال آزادی بودن که همه این شلاق خشونت رو به اصطلاح تجربه فردی یا تجربه اجتماعی کردن، میدونن دیگه، یعنی درد بزرگیه که زخمای عمیق روانی رو جامعه گذاشته و میذاره و هر چقدر که ما جلو میریم باید تکلیف بیشتر در واقع وظیفه ما سنگین میشه برای اینکه تکلیف خشونت رو به اصطلاح معلوم کنیم، هم بشناسیمش دقیق به عنوان یه بیماری و متاسفانه بخشی از طبیعت انسانی
و ما اون بحث قبلی هم من کردم، گفتم ما آخر جنگمون با خود طبیعت ماست و بعد اینکه بدونیم که بدون پایان خشونت جامعه انسان محور نمیتونه تشکیل بشه، یعنی در واقع این تناقض وجود خشونت و جامعه انسان محور رو ما باید مسلم بدونیم و تو بحثامون توضیحش بدیم و بعدم این که به صلاح توضیح بدیم که مبارزایی که میخوان جامعه انسان محور و آزادی خواهی رو، آزادی رو در واقع رشد بدن، پرچم ضد خشونت باید باشن. و مثلا همین این که مطرح میشه که خب مجازات اعدام نباید باشه، خب این یکی از همون علائم جنبش ضد خشونت دیگه. منتها خب ما تو بحث قبلی توضیح هم دادیم که فرض کن اصلا کل مجازات بعد از بین بره به عنوان شیوه تغییر رفتار انسان. و نهایتا اهمیت خشونت رو من برمیگردم به این که خشونت تونسته تضادهای طبقاتی، ظلم تو جامعه انسانی رو رشد بده و تحکیمش کنه، تثبیتش کنه. حکومت‌های دیکتاتور نتونستن هیچ موقع بدون خشونت زندگی کنن و در نتیجه مبارزه با خشونت، مبارزه با اساس دیکتاتوری، با مبارزه با اساس قدرت مداری و قدرت محوری تو جامعه است و لذا در واقع یه هدف موازی هست در کنار سایر اهدافی که جنبش آزادی خواه میتونه داشته باشه. از این جهتی که ما باید اینو بررسی کنیم، توضیحش بدیم و راه‌های مختلف علمی که بتونه خشونت رو کاهش بده تو جامعه و عقل مداری و عقل گرایی رو رشد بده پیدا کنیم. این در واقع هدفی که من فهم می‌کنم تو این سری برنامه‌ها در مورد خشونت ما می‌تونیم دنبال کنیم، حداقل تو هم حد و امکانات محدودمون به این مسئله بپردازیم. خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای سالینی، من دو تا سوال همین بخش برام پیش اومد. شما از خشونت به عنوان یک بیماری صحبت کردین و در این حال مطرح کردین که بخشی از طبیعت انسانی است. این بخشی از طبیعت انسانی رو با اینکه یک بیماری است، آیا اینو چجوری میشه به اصطلاح توضیحش داد که آیا انسان اصولا بیماره، به این درد مبتلا است، و یا اینکه در هر انسانی وجود داره ولی به شکل به اصطلاح طبیعیش که حالا یا ادامه زندگی اون موجود هست یا برای دفاع از خودشه و اگر رشد پیدا بکنه و به اصطلاح وجود اون شخص یا اون جامعه رو بگیره به صورت بیماری مطرح میشه. ممنون میشم اگه نظرتون رو بشنوید. بله، من نکته دقیقی رو اشاره کردین. معمولا تو تعریف بیماری در واقع به یه نوعی ما میپذیریم که بیماری اون چیزیه که نرم نیست، طبیعی نیست. بعد اینجا من یه تناقضی رو مطرح کردم، گفتم که این تو طبیعت ماست و بیماریه. خب این خودش یه دونه تناقضه دیگه، ولی من الان چند تا چیز دیگه مثال میزنم چون این حتی این درک این که بیماری چیه داره تغییر میکنه. مثلا فرض بکنید که خیلی ها فهم میکردن که مثلا فرض بکنید مرض قند، فشار خون، بیماری های روانی، اینا یه چیزی همطوری افتادن روی طبیعت انسان، یعنی طبیعت انسان رو مخشوش کردن. ولی بررسی های ژنتیک توی 50 سال گذشته، خصوصا مثلا تو 20-30 سال گذشته، نشون داده که این بخشی از طبیعت انسانه. یعنی انسان با بیماری زایده میشه به واقع. اون تناقضی که ما به طور فلسفی همیشه تو ذهنمون ساخته بودیم که طبیعت ما خوبه یا طبیعت ما بیماری نیست و بیماری ها به ما اضافه میشه، اون تو مثلا تو رشته من تو پزشکی مثلا دیگه شکسته. و حالا داریم دنبال این سوالیم که این چی چیزه توی ذات انسان یا تو طبیعت انسانه که این بیماری ها رو باز تولید میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا آیا یه اروره، یک
به اصطلاح چی میگن، یه اشتباه در ساخت طبیعت، یا اینکه یه نیاز ما نمیفهمیمش. خب حالا در نتیجه من میخوام بگم اون در واقع علم مدرن این تناقضه رو گذاشته کنار. من وقتی گفتم تو طبیعت ما خشونت هست، واقعیتش اینه دیگه، یعنی توی ژن‌های انسان، انسانی که از حیوانات ناشی شده و خودش هم هنوز انسانه که تو بحث حیوانه که ما تو بحث قبلی من توضیحش دادم، انسان یه حیوانه داره یواش یواش از حیوانات دیگه جدا میشه و تو این مقطع، تو این فضایی که ما الان هستیم، وقتی کراس سکشن میکنیم مقطع انسان رو بررسی میکنیم، میبینیم که بله توی ذات انسان هست خشونت. و سوال اینه که انسانی که میخواد از این ذات عبور کنه، که طبیعتاً دیگه این انسانی که ما داریم نیست، و من گفتم که اساساً ما داستانمون داستان پدیده گذاره، یعنی بین حیوان و اون چیزی که باید باشه که عقل‌گراییه، در واقع در حال گذاریم. در اینجا باید یواش یواش تشخیص بدیم که چیزهایی درون ما هست که این چیزها جلوی رشد ما رو میگیره برای مرحله بعدی. یکیش همین خشونته، همون بحث قبلی گفتیم مثلا تو ذات ما اینه که برابری معنی نداره، تو ذات ما نابرابری معنی داره، تو ذات ما خیلی چیزا معنی داره که نباید باشه. در نتیجه تو ما تو جنگی که میکنیم، مبارزه که میکنیم، باید تشخیص بدیم که در واقع داریم با خودمون مبارزه میکنیم. حالا انعکاسش تو روابط اجتماعی و به اصطلاح متفاوت به نظر میاد، ولی متاسفانه تاریخ ما تاریخ مبارزه با خود ماست، تاریخ انسان تاریخ مبارزه با طبیعت خودشه و خیلی هم خوب پیش رفته. من حالا تو پله بعدی توضیحش میدم. مثلا انسان شناسایی مثل استیون پینکر خب توضیح میدن که با رشد عقل‌گرایی و جامعه مدرن خشونت کاهش شدیدی پیدا کرده و خیلی امیدوار کننده است. هرچند که خب بعضی ها میگن خب خشونت تو عرصه‌های دیگه هنوز ادامه داره، که اونم رد نمیکنه، ولی تو روابط انسانی هرچقدر جامعه مدرن‌تر شده، عقل‌گراتر شده، خشونت رو تونستن بیشتر مهارش کنن. میشه قشن آمارا نشونش داد که بله، مثلا جنگا داخل کشورهای مدرن کاهش پیدا کرده، خشونت به زن کم شده، خشونت به کودک کم شده و خیلی اتفاق افتاده که قبلا اصلا قابل تصور نبود. حالا به هر صورت این خلاصه پاسخ بود، امیدوارم قانع کننده باشه. خیلی ممنون، متشکرم. میریم به دوست دیگر شرکت کننده این برنامه، آقای علا احمدی. از نظر شما چرا بررسی مقوله خشونت اهمیت داره و اهمیت حل مسئله خشونت در رشد جنبش آزادی خواهی و انسان مدار چیست؟ ممنون میشم، بفرمایید. منم ممنونم، تشکر میکنم از وقتی که به میدین و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان گرانقدر این برنامه و خود شما و آقای صالحینیا. درباره این سوالی که عرض کردیم، اینکه چرا بررسی مقوله خشونت اهمیت داره و ما داریم در این برنامه صحبت میکنیم، من فکر میکنم ما چون خودمون توی جامعه دیکتاتور زدهی، مثلا توی کشورهای شرقی و ایران خصوص که بیشتر سر بحث ما هست، بودیم و زندگی کردیم و داریم براش کار میکنیم. ایران جامعه ای است که مالامال است از خشونت، از دیکتاتوری، از سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی، و در واقع میشه گفت که خشونت واقعی رو در این مملکت و با حضور حکومتی مثل جمهوری اسلامی که با همه نوع آزادی و نوآوری و شادی و اون ارزش هایی که برای انسان در واقع قابل بیان هست و انسان به طور طبیعی خواهان اون هست، مخالفت داره و سر ناسازگاری داره. در این جامعه
طبیعتاً به واسطه اعدام‌های فراوانی که شده، به واسطه سرکوب‌های فراوانی که شده و در واقع زخم‌های زیادی که به مردمان جامعه در ایران زده شده و هر کشور دیکتاتورزده دیگه در خاورمیانه که ما الان بیشتر رو ایران من دلم می‌خواست صحبت کنم، طبیعتاً در چنین فضایی، در چنین کشوری خشونت زیاد بوده و مخالفان زیادی وجود داره، افرادی خانواده های بیشماری در ایران هستن که از دست این حکومت ناراضی هستن، از دست این حکومت به قول معروف دلشون خونه و ضربه های جبران ناپذیری خوردن و اینها در واقع یکی از اهداف و آرزوهای میشه گفت بلند مدتشون اینه که این حکومت که سقوط کنه چجوری و به چه شیوه هایی از اونایی که تو مرگ عزیزانشون و تو اعدام ها و توی ناخوقی ها و بیسامانی هایی که در این 37 سال گذشته در ایران روی داده چجوری در واقع بیان و جبران کنن و اون گناهکاران و در واقع مجرمین اصلی رو که مسبب اون وضع بودن به سزای اعمال جنایتکارانشون برسونن. طبیعتا در چنین جامعه‌ای با وجود فرهنگ عقب مانده‌ای که هست متاسفانه حتی در میان نیروهای چپ جامعه این در واقع این طرز تفکر و این دیدگاه خیلی پررنگ هست که چجوری از سران حکومت، از جنایتکارانی که در اعدام ها و جنایت ها و فقر و ناعدالتی ها و اعدام ها دست داشتن چجوری از اینها دادخواهی بشه و چجوری اینها رو به سزای اعمالشون برسونن و کیها رو چجوری اعدام کنن و چجوری در واقع حق خودشون و حق جامعه رو بگیرن. در چنین فضایی به نظر من این بحث مهمیه و باید اصلا خیلی بیشتر از اینا رو صحبت بشه تا حدی که به یک گفتمان عمومی تبدیل بشه در میان مخصوص نیروهای چپ ایران که اصلا اگر قرار باشه حکومت آینده ایران که یک حکومت اگه ما اینجوری که ما دلمون میخواد و جامعه و در واقع جنبش اجتماعی که در ایران هست اون رو تحقیق کنه به سمت سوسیالیزم بره، طبیعتا نمیتونه با خشونت شروع کنه و حکومتی که از همون اوایلش بخواد با اعدام و خشونت دست بکار بشه و بیاد روی این مقولات سرمایه گذاری کنه و این یکی از اهدافش باشه، طبیعتا باز هم جامعه رو دو قطبی میکنه و باز هم باعث میشه که یعنی مقدمه میشه برای تمرکز قدرت و برای درست کردن تبعیض و ناعدالتی در میان جامعه. در جامعه که تبعیض باشه، در جامعه که خشونت باشه، حالا اگه طبقه به نام طبقه کارگر باشه، به نام زحمتکشان هم باشه، اگه تبعیض و در واقع خشونت روی بده، طبیعتا جامعه دو قطبی میشه و این خودش یکی از معضلات اون حکومت و اون جامعه میشه برای دوران آینده و در واقع اون دوران مرحله گذار که قرار از در واقع پایه های سوسیالیسم و پایه های اجتماعی و اقتصادی حکومت سوسیالیستی پیاده بشه و در واقع شکل بگیره. جامعه باید اساسش و حکومت سوسیالیستی باید اساسش بل نفی هر نوع خشونت باشه، بل نفی هر نوع اعدام باشه و از این روی کرد به نظر من این موضوع اهمیت بالقوه ای داره. تشکر میکنم. ممنون از شما. شما توی آقای علا احمدی شما در صحبتاتون مطرح کردین که بررسی و پرداختن به خشونت مخصوصا بین نیروهای چپ باید بیشتر به اون پرداخته بشه و بیشتر اونو بشکافن. چرا فکر میکنین که نیروهای چپ باید بیشتر رو این مسئله تکیه کنن؟ چرا وظیفه رو بیشتر به دوش نیروهای چپ میگذارین؟ آیا این وظیفه تمامی مردم چه چپ چه راست و یا اپوزیسیون کلن و یا اینکه وظیفه تمامی مردم و انسان هست اگر که ما میخوایم به یک جامعه انسانی برسیم؟ ممنون میشم. بفرم. درسته، من اینجوری عنوان کردم که بخصوص نیروهای چپ
اما این به معنی این نیست که فقط نیروهای چپ و سوسیالیست ها هستن که باید این رویکرد رو داشته باشن. اما منظور من این بود که نیروهای چپ به عنوان نیروهای پیشرفت و رادیکال جامعه در واقع شناخته میشن و اینها در واقع رادیکال ترین و عمیق ترین انتقادات رو به وضع موجود دارن و به حتی کشورهای لیبرالی و کشورهایی که در اون لیبرالیزم و سرمایه داری حاکم است، نیروهای چپ و احزاب چپ بعض نقدهای بنیادینی دارن به این حکومت ها و این سیستم ها. طبیعتا نیروهای چپ به واسطه این رادیکال بودنشون باید بیشتر در واقع نکه پیکان بیشتر به سمت اون است و مسئولیت بیشتری رو به گردن دارن. نیروهای چپ اگه در این زمینه در واقع به اون میزان لازم از خودآگاهی برسن که چجوری برخورد بشه، طبیعتا میتونه روی سایر نیروهای راست و در واقع لیبرال و بقیه نیروها و جنبشای جامعه تاثیر بگذاره. من از این منظر این رو گفتم. ممنون از شما. میریم به سوال دوم برنامه. سعید گرامی، شما تاریخ خشونت رو از کجا میشناسید و فکر میکنید که تاریخ خشونت از کجا شروع میشه و چرا در این شیده هنوز در طبیعت ازش استفاده میشه؟ چرا در جامعه انسانی هنوز از این ابزار خشونت استفاده میشه؟ اما حالا اگر فرض کنیم اون ذات طبیعی انسان است و اون نشانه از بخش حیوانی موجود در انسان هست، چرا جامعه انسانی هنوز داره از این ابزار خشونت استفاده میکنه؟ ممنونم، بفرمایید. بله، من قبل از اینکه این صحبت رو چیز کنم فقط خواستم یه دقیقه راجع به این صحبت کنم که بالاخره خشونت چی هست، چون این مقداری ما برعکس این دفعه شروع کردیم، فرض گرفتیم تعریف خشونت و خشونت خود موضوع این که خشونت چیه موضوع اختلافه. توجه میکنی؟ یعنی اینکه تعریف خشونت هم بعضی مثلا خشونت رو تو مفهوم مشخصتر اعمال زور فیزیکی در مقابل فرد، حالا چه خودش دیگری یا اجتماع میبینه، برای اینکه اون اهدافی که اون فرد یا گروه داره بتونه برآورده کنه، اینو مثلا روی اعمال مثلا زور فیزیکی تکیه میکنن، در حالی که خیلی وسیع‌تره و تأثیرات روانیه، یعنی مکانیزم های روانی خشونت معمولا وسیع‌تر از اعمال زور فیزیکیه. مثلا حکومت جمهوری اسلامی مثلا یکی رو میزنه که بقیه درست بشن، یعنی اون تأثیر ثانویه اعمال روانی خشونت خیلی وسیع‌تره و اون عمل میکنه در واقع. حالا این یه خورده بحث پیچیده‌تریه، بعداً میشه بازش کرد. و بعد اشاره به اینکه خشونت شناسی و بررسی خشونت خودش یه علمه در واقع، حالا چه عرصه روان شناسی بگیرین یا روان شناسی اجتماعی، خودش تبدیل به یه علم شده. خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت های غیر مستقیم، به اصطلاح عوامل فرهنگ در خشونت و خشونت های ساختاری، اینا همه بحثایی هستش که ما بعداً شاید بتونیم بهش دقیق‌تر بپردازیم. فقط من خواستم خلاصه بگم که ما فرض گرفتیم تعریف خشونت رو کردیم، در حالی که خود این خودش یه موضوع خیلی وسیعی هست، شاید تو برنامه بعدی بیشتر باید باز بشه. اما اون نکته بعدی این که به اصطلاح چرا خشونت از کی شروع شده؟ خشونت و دو تا نظریه انسان شناسی در مورد این هست. یه گروه همون بحثایی که به اصطلاح حتی انگلس هم مثلا مطرح کرده، اینا فکر میکنن که یه جامعه انسانی بوده خیلی شبیه بهشت بوده، بهش مثلا میگن کمون اولیه، مثلا کمونیستا بهش میگن کمون اولیه، بعد میگن اون مثل این که بهشت بوده، همون معادل اون زمان مثلا آدم و حوا بودن تو بهشت بودن،
معادلش رو اینا درست کردن، بهش میگن کمون اولیه. بعد میگن اونجا خیلی خوب بوده، اونا آدم ها با هم نمی جنگیدن، با هم دیگه هی گل میدادن مثلا، از این حرفا بوده. بعد وقت آدم سقوط کرده، نزول کرده به چیز، درست این مذهبیون کمونیستا میگن که اون دوران دوران خوب و گل و بلبل بوده، بعد یهو طبقاتی شده، طبقاتی که شده شده خشونت. خب اینو چیزام هنوز اختلافاتی هست توی انسانشناسام، این بحثا هست، منتها دیگه بیشتر تو این 50 سال اخیر اومدن گفتن آقا این حرفا بی خوده، یعنی انسان قدمهاشو از زمانی که برداشته، یعنی انسان شده، با خشونت به دنیا آمده و زده و بسته، حالا توی قبیلش بوده، توی بیابون داشته می راه می رفته زده، و هم خود دوروریاشو زده برای اینکه قدرت برسه، حالا تو قبیلش بوده فرق نمی کنه. و بعدم جامعه طبقاتی فقط خشونت رو ارگانیزه تر کرده، نه اینکه خشونت نبوده بد شده. دقت میکنی؟ در اینجه این تئوری که خشونت در واقع با رشد جامعه طبقاتی گسترش پیدا کرده و سازمان یافته و ایدئولوژی ها و مذهب اون رو به عنوان یک امر فرهنگی تثبیت شده و توجیه شده به کار بردن، در واقع این به نظر من یه چیز علمی تریه، یه نظر علمی تریه، تا اینکه ما بگیم آقا انسان هبوط کرده از آسمون، از بهشت کمون اولیه افتاده پایین، و بعد تو تکاملش بر اساس چیزی که حالا انسان شناسا میگن، همونطور که گفتم مثلا استیون پینکر میگه و من بیشتر به این اعتقاد دارم، اینه که عقل گرایی که وارد روابط اجتماعی شد، یعنی تو فرهنگ مدرن، خشونت، انسان شروع کرد خشونت رو تشخیص دادن، تعریف کردن و بعد ابزارهای کاهش خشونت رو بررسی کردن، و در واقع عقل و عقل گرایی یکی از ادعاهاش، یکی از هزاران ادعاهای جنبش عقل گرایی و منطقی گرایی و علم گرایی اینه که خشونت رو کاهش بده و از بین ببره. مثلا سایر ادعاهام داره، ولی یکیش هم اینه دیگه. و عملا هم تا اونجایی که تاریخ بشر نشون داده این اتفاق داره میفته و انسان‌ها بیشتر میشنن حالا فکر میکنن. ببین مثلا یه نمونه میگم، مثلا هیچ کسی تو 50 سال 100 سال گذشته فکر نمیکرد که آقا وقتی مثلا زن و مرد ازدواج کردن دیگه مثلا یه پدیده به نام تجاوز وجود داشته باشه تو روابط جنسیشون. خب مگه دیگه ازدواج کردی دیگه، مثلا دیگه عیالوار شدی دیگه، هر غلطی میتونی بکنی. بعد حالا الان دارن میان میگن که آقا جان تو همون چارچوبی که تو زن و شوهرم هستی، حق نداری بدون اجازه و بدون اون کانسنت طرف مقابل رابطه جنسی برقرار کنی، اگه بکنی تجاوز حساب میشه. توجه میکنه؟ یا اینکه مثلا با بچت هر کاری حق نداری بکنی. خب الان دارم میام میگم مثلا بچه تو حق نداری خط نکنی، تو چی کارهایی که دست و تن بچت بزنی به خاطر افکار خوده. و یا اینکه جلوی مثلا رشد بچت رو بگیری به هر شکلی از جهت فرهنگی. خب ببینه اینا در واقع داره نگاه انسان مدرنه و عقل‌گراییه که من طرفدارشم. میگم هر چقدر بشر رشد کرده برگشته و به امر خشونت پرداخته. فقط یه نکته آخرم بگم، شاید همه سوال شما رو من نتونستم برسم بهش، یه نکته آخرم بگم، این که به اصطلاح تو جنبش آزادی خواهی و برابری طلب خشونت تئوریزه شده. توجه میکنی؟ یعنی مثلا شما میری تو تاریخ میبینی، حالا مثلا چپ رو داریم میگیم دیگه، اینا برای خودشون خشونت انقلابی درست کردن، از نوع انقلابی. توجه میکنی؟ مثلا دیکتاتوری هم میگن آقا دیکتاتوری مدل انقلابی داریم، خیلی ویتامین داره. اعدام هم انقلابی داریم، ویتامین داره. یعنی برای هر همه اینایی که همه این سنت هایی که بشر داشته، یه دونه کلمه انقلابی چسبونده، همون رو میخوای ادامه بدن. سوال اینه، حالا سوال برای ماها اینه که چی کار کنیم با این تناقض. ببین تناقضه حالا چیه؟ تناقضه اینه که طرف مقابل ول نمیکنه، که طرف مقابل مثل حکومت جمهوری اسلامی ول که نمیکنه، که اون نمیاد پایین،
ما میگیم آقا بیا پایین، خیلی هم با عدم خشونت بفرما بیا پایین، اون ول نمیکنه، میاد میگه اون بالا نشستیم خیلی هم خوبه. حالا اون یک گرایش راست و رفرمیست هست، میاد تئوری خشونت رو مطرح میکنه، میگه ما باید یک کار کنیم خشونت نباشه، برای همین هم باید سعی کنیم که صبور باشیم اینا خودشون خوش بشن بیفتن. یعنی این نظریه رفرمیست هست دیگه، یواش یواش تاریخ مثلا یه 100,000 سال دیگه منتظر شیم، آقای خامنه‌ای بالاخره به بچه هاش قدرت رو منتقل نمی کنه، یواش یواش ما محاصرش میکنیم از جهت به جنبش ضد خشونت. در نتیجه دعوای بزرگی یا جنگ نظری بزرگی در مورد تئوری خشونت و برداشت به تئوری خشونت بین دو گرایش اساسی تو جامعه وجود خواهد داشت. یکی گرایشی که میگه اینا رو باید کشید پایین، نمیان پایین اینا خودشون، خوش نمیشن بیافتن. یه گرایشی که میگه نه آقا جان اینا خودشون خوش میشن، و هی ما بگیم خشونت نباشد بعد اونا میافتن پایین خودشون. دقت میکنی؟ و این دوتا دیدگاهه که به نظر من نهایتا تو جلسات بعدی ما باید به سراغشون بریم و ضعفا و نقاط قدرتشون رو پیدا کنیم. و همین که الان میگه من بهش معتقدم، چون انتظار ما، انتظار جامعه از جنبش چپ به معنی جنبشی که آوانگارده و میخواد جامعه رو تغییر بده، یعنی تعریفش اینه، اونی که میخواد تغییر بده جامعه رو بهتر کنه، ما بهش میگیم چپ. حالا اگه خودش هم نگه چپ، بازم چپه. اونی که میخواد جامعه بمونه بهش میگیم راست. خب اون جنبشی که میخواد جامعه رو تغییر کنه و تکلیفش رو با این بیماری ها معلوم کنه، یکیش هم خشونته. پس سوال اینه که چجوری تو میخوای تکلیفتو با خشونت معلوم کنی در حالی که اون بابایی که بالا نشسته پایین بیا نیست. خیلی ساده من فقط خواستم فرمول به اصطلاح این چند تا جلسه که ما داریم رو روشن کنم و تناقضای امر مسئله خشونت و برخورد به خشونت رو بازش کنم که ما بعداً بتونیم آروم آروم بریم و پیدا بکنیم از زاویه چپ چگونه میشه خشونت زدایی رو تو جامعه رشد داد و پیروز شد، پرچمش رو به دست گرفت، مثل پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی، انسان محوری و علم محوری، چپ بتونه این کارو بکنه تا بتونه پتانسیل‌های تحول جامعه رو به دست بگیره. خیلی ممنون. ممنون از شما سعید گرامی. میریم به دوست دیگرمون آقای علا احمدی. نظر شما چیست؟ شما سوال دوم برنامه رو چگونه پاسخ میدید؟ تاریخ خشونت از کجا شروع میشود و چرا این شیله هنوز در طبیعت استفاده میشه؟ و اگر بگیم در طبیعت استفاده میشه، قانون طبیعت است یا قانون، میگفتیم قانون جنگل است، چرا جامعه انسانی همچنان از این ابزار خشونت استفاده میکنه؟ خیلی ممنون. بفرمایید دوست دیگرمون آقای سعید صالحی نیا حدود 10 دقیقه صحبت کردن، بنابراین همین زمان هم در اختیار شماست که ما رو با نظرات خودتون آشنا کنید. بفرمایید آقای علا احمدی. تشکر. اینکه چرا خشونت، اصلا خشونت، تاریخ خشونت از کجا آغاز میشه؟ من خودم معتقدم که درست بنابر در واقع متون و خط مشی که توی جریان سوسیالیسم‌خواهی هست و توی مثلا آثار مارکس و انگلس هست، در واقع خشونت از جامعه، از دورانی شروع میشه که جامعه طبقاتی به وجود میاد و در واقع طبقات توی جامعه ایجاد میشه. اما من خودم معتقد به اینم که با وجود پیشرفت‌هایی که در دنیای امروز شده و به خصوص در زمینه‌های روانشناسی و انسانشناسی، این نمیتونه دقیقاً اینجوری باشه که از زمانی به بعد خشونت وارد در واقع مناسبات انسانی و روابط بین انسان‌ها شده. و من فکر می‌کنم چون که انسان مثل سایر حیوانات توی طبیعت بوده و توانسته از مرحله و از برهه‌ای به بعد مسیر خودش رو جدا کنه و
مثل این چیزی که الان هست و ما به عنوان انسان میشناسیم و در حال دوران گذار خودش هست و از طرف میبینیم که در جاهای افرادی رو اعدام میکنن، سر میبرن و خشونت در منطقه خودش قرار داره، در سمت دیگری افراد و جریاناتی هستن که برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی دارن مبارزه میکنن و در واقع از جان خودشون مایه میذارن. طبیعتاً این انسان و این موجود به نظر من نمیتونه از اول خشونت و خشونتگرایی در وجودش نبوده باشه و در روابطش نبوده باشه. همانطور که در طبیعت به آسانی میشه دید که در طبیعت قانونی که هست قانون زورمداریه، یعنی اونی که پیروزه و اونی که قدرتش بیشتره اون بیشتر میمونه و حق بقا و در واقع تضمین بقا دوام بقای بیشتری داره. انسان هم از این سلسله مراتب جدا نیست، اما مسئله اساسی اینه و من اینجوری فکر میکنم که خشونت در انسان بوده، اما از دورانی که طبقات وجود اومده، از دورانی که انسان استثمار شده، یعنی از دورانی که اضافه تولید و نگهداری از اضافه تولید به حدی رسید که افرادی که مسئول نگهداری تولیدات اضافی و محصولات اضافی بودن و به فکر کنترل بر در برهی خود این افراد در پروسه تولید مثل سایر افراد کمونها و جامعه خودشون تلاش و در واقع نقش داشتن، اما از برهی به بعد که این اضافه تولید به حدی میرسه که خارج از کنترل اونا میشه و انسان به سمت این میره که در واقع بتونه از راه کنترل اون تولیدات اضافی بتونه کنترل نیروهای تولیدی اون جامعه خودش رو به دست بیاره، از این مرحله به بعد خشونت در واقع میاد و در کانال و مسیر مشخصی قرار میگیره و به واسطه مذهب، آیین و ایدئولوژی هایی که انسان تونسته اونها رو در واقع به دست بیاره و به اون برهنگ ها برسه، اومده و خشونت رو در واقع تئوریزه کرده و به عنوان یک ابزار منطقی و معقول برای دستیابی به خواسته هاش و برای کنترل وضع موجود و برای استمرار دادن به اون استثمار و تبعیضی که درست کرده به کار برده. به نظر من یعنی منطق من اینجوری میخونه که خشونت اینجوری کار کرده و اینجوری باشه، نه اینه که از مرحله به بعد وارد طبیعت و منش انسان ها شده باشه. و اینکه چرا هنوز در طبیعت استفاده میشه و در نظام طبیعت استفاده میشه، اینه که خیلی مشخصه، همونطور که گفتیم در نظام طبیعت این یک پدیده طبیعیه و کسی ممکنه اون نیست که هر کی زورمندتر باشه ملاقات برنده است و حق حیات بیشتری داره. اما در جامعه انسانی اینجوری، خب دلیل اینم مشخصه، دلیل اینم وجود حاکمیت های غیر مردمی و تبعیزی و در واقع استثمارگرانه است که در کشورهای دنیا هست، از اون کشورهایی که در واقع ادعای دموکراسی و برابری و آزادی های فردی و اینها رو دارن تا میرسه به کشورهایی که دیکتاتوری مذهبی یا در واقع نظامی حاکم هست. اینها به خاطر اینکه وضع موجود رو نگه دارن و به خاطر اینکه بتونن مخالفین رو سر جای خودشون بنشونن با اعدام، با تهدید و با مرعوب ساختن جامعه، با سانسور، با در واقع بستن فضای جامعه از ناحیه روانی به دیگر مخالفان خودشون در واقع شک وارد میکنن و کنترل میکنن اون فضایی که هست. و این یک بحث به قول آقای صالحینی هم که گفتن یک بحث مفصل میخواد، اینی که با این وجود چجوری میشه این معادله رو در واقع حل کرد که از طرفی اونایی که در حکومت و حاکمیت هستن با انواع خشونت و با انواع روانی و فیزیکی و
انواع خشونت دارن با جامعه و با نیروهای آزادی خواه و برابری طلب مبارزه میکنن و مقابله میکنن و از طرفی هم قرار است که این وضع عوض بشه، دگرگون بشه و آزادی و برابری به جای این وضع قرار بگیره. چجوری این معادله رو باید حل کرد؟ این در واقع بحث جداگانه است، اما اینکه چرا هست دلیلش اینه و تا زمانی که حاکمیت سرمایه داری باشه، تا زمانی که کار مزدی باشه و استثمار نیروی کار وجود داشته باشه، مثلا شما نگاه کنید توی کشورهای اروپایی، توی اونایی که در واقع اونجا جایی که ادعای حقوق بشر و این چیزا هست، درست آزادی های فردی و مدنی تا حدودی هست، اما همین افراد اگر بخواد مخالف حکومت و مخالف قوانینی که مثلا قوانین کاری که توی جامعه گذاشته شده و به نفع طبقه حاکم و سرمایه دار از بخار کاری بکنن، طبیعتا با پلیس و دم و دستگاه سرکوب مورد هجوم قرار میگیرن. این خودش دو زمینه نشون میده که چرا به خاطر حفظ اون وضعیت موجود و استمرار دادن به اون نابرابری و تبعیضی که در جامعه هست. من این بود حرفم. اگر شما صحبتی یا پرسشی دارین در خدمت. خیلی ممنون. یک سوال من برام اینجا مطرحه. شما این موضوع رو اشاره کردین به زمانی که اضافه تولید مطرح میشه و اینا برای حفظ اون سرمایه و دستیافتن و دستگذاری روی اضافه تولیدی که موجود هست و از این خشونت استفاده میکنن، ولی من فکر می‌کنم خیلی قبل از اینها باید ریشه های اون رو پیدا کرد. یعنی اگر برگردیم به عقب، اون زمان در همون طبیعت، یا دوست دیگرمون آقای صالحیان مثال زدن که کمون اولیه رو با ازش یاد می‌کنیم که بهشت برین بود، تفاوت اینها، منظور من اینه که شما مطرح می‌کنین که این به این خاطر که بخوان حکومت بکنن دست به یک همچون خشونتی میزنن، ولی اگر این رو بیاریم توی جامعه و جامعه رو نگاه کنیم، چرا این خشونت در بین مردم رواج داره؟ این دیگه ربطی به ابزار تولید و یا درآمدهای اضافی نداره. وقتی که یک انسانی، مثالی که دوست عزیزمون زدن آقای صالح نیا، در خانواده پدر به فرزندش حکم میکنه و وقتی که حرفش رو انجام نمیده متوسل به خشونت میشه، اینجا وسایل تولید و ابزار تولید نقشی بازی نمی کنن. شما این رو چگونه میبینید؟ از کجا ناشی شده؟ من فکر میکنم که دلیل این وضع همون کل ساختار جامعه است، کل سیستم و فضایی است که ما به عنوان انسان در اون فضا بزرگ شدیم و بالا اومدیم و هرچه این فضا فضای بهتر و انسانیتر و در واقع متمدنانتر بوده باشه، طبیعتا به همان میزان دست بردن به خشونت و در واقع ابزار خشونت کمتر هست. یعنی کسی که توی خانواده بزرگ شده که مدام جنگ و دعوای بین پدر و مادر رو دیده، توی جامعه بزرگ شده که بغل دستیش امکانات بیشتری از اون در اختیار داشته و انواع و اشکال تبعیض و نابرابری رو از همون بچگی و در واقع دوران طفولیت دیده و لمس کرده، طبیعتاً چنین فردی در مقابل وضع موجود واکنش نشان میده و نمیتونه کنار بیاد و نمیتونه در خودش اون ابزار، یعنی اون توانایی فکری رو نداره در اون سنین که بتونه اون رو در خودش هضم کنه که دلیل اینها از کجا ناشی میشه. و طبیعتا مهمترین چیزی که به اون در واقع القا میشه اینه که اگه تو هم میخوای وضعت خوب باشه و اگه میخوای در وضعیت بهتری به سر ببری، باید تلاش کنی که بیشتر داشته باشی، تلاش کنی که بتونی سیطره و کنترل خودت رو بر اطرافیانت مسلم کنی و بتونی خودت رو نشون بدی و بتونی خودت رو ثابت کنی، و این غیر مستقیم میتونه فرد رو به سمت دست بردن به خشونت و در واقع مسائل اینچنینی ببره. و
میتونه زمینه ساز اصلی این باشه. البته تا جایی که من فکر میکنم و منطقی میدونم اینجوری، اما توی مثلا اگه کسی که توی یک جامعه یا توی خانواده متمدنانه‌تر و با امکانات بهتری به دنیا اومده باشه و خشونت رو ندیده باشه، جنگ بین پدر و مادر و در واقع محیط اطراف همسایگان و این چیزها رو ندیده باشه، طبیعتا این فرد امکان کمتری داره که به سمت خشونت و سرکوب پناه ببره برای اینکه بتونه خودش رو ثابت کنه. به نظر من محیط زندگی و شرایط زندگی نقش بسزایی در این زمینه داره. حالا بماند اینکه انسان در ذات خودش به قول روانشناسان موجودی است که از حیوانات جدا شده و این به صورت ژنتیکی در وجودش هست که اگر فضایی باشه که در اون احساس تبعیض نابرابری کنه باید واکنش نشان بده و باید دست به هر کاری بزنه. حالا در این محیط گفتم مثلا یکی چیزایی که بعضا میتونه نقش مهمی داشته باشه مسائل مذهبی هست. همونطور که میدونیم در اسلام خشونت و خشونتگرایی در واقع یکی از موارد مهم و اساسی هست و خیلی بهش توصیه شده، اینی که در برابر البته مسلمانان و ملاها خودشون میگن اینی که هست اینی که ناحق رو قبول نکنیم و استبداد رو قبول نکنیم، اما این همه جریانات رادیکال اسلامی که در منطقه خاورمیانه هست رو میتونیم بگیم که خارج از این نیست و این از فرهنگ اسلامی مثلا آب میخوره. آقای سعید صالحی، من یک اگر که شما موضوعی دارین که میخواید مطرح کنین بفرمایید، وگرنه من سوالی داشتم که اگر اجازه بدین اونو با شما در میون بگذارم. بله، من فقط یه نکته بگم در مورد این بحثی که شما کردین. واقعیتش اینه که اون متدهای تحلیل به صورت مارکسیستی، با اون کلمه‌ای که من گفتم به شما، من قبول ندارم این کلمه رو، روی یه نکته خاص که مثلا اینه که طبقات و نظام طبقاتی عامل همه شرهای جهانه، خب این یه ایرادی داره دیگه، چون از جهت علمی شما نمیتونی سراغ همه چی بری بعد آخرش بگی طبقات عاملش بودن. مثلا مذهبیون هستن میگه آقا عامل شر اینه که انسان حرف خدا رو گوش نمیده، ولی هر چی میگه آقا رنگ دیوار مثلا چرا این رنگه، میگه انسان حرف خدا رو گوش نکرده اینجوری شده، سیل چرا اومده بازم حرف خدا رو گوش نکرده. در اینجا من میخوام بگم مارکسیست هم اومده هی میگه آقا به هر چی بهش ازش سوال میکنی میگه آقا خب این طبقات هم دیگه، حالا ازش میبرسی تو چه زنتو میزنی دیگه، این یکی که دیگه بچه تو چرا میزنی حالا تو این وسط. ولی من میخوام یه نکته بگم که دو تا پارادایم هست یا دو تا فضا، من نمیدونم فارسیش دقیقاً پارادایم چی میشه، دو تا پارادایم هست که اگه ما اینا رو خوب بشناسیم بهتر میفهمیم چرا خشونت نقشش چی بوده تو تاریخ و چرا ادامه داره. ببینید انسان هوش هر چقدر که بالا میره انسان از فضای الان فکر کردنش تو فضای الان شیفت میکنه به فضای آینده. آدم وقتی کودکه تو الان زندگی میکنه، همین الان سنش که بالا میره بعد میگه آقا خب حالا من فردا چی میشه، پس فردا چی میشه. هر چقدر هوش بالا میره آدم ها به قرون و آینده نگاه میکنه. خوب دقت کنید، شما برید ادبیات رو نگاه کنید، ادبیات آدم ها، روابط آدم ها رو، آدمایی که گیر الانشونن معمولا کودنن، توجه میکنه همین الان میخوام چیکار کنم. بعد هرچه آدم کوشش بالا میره میگه من الان چیکار کنم که فردام بهتر بشه. جوامع انسانی هم همینطورن. شما جوامع عقب افتاده رو ببین، برو تو جهان سوم همه برای الان زندگی میکنن. جمهوری اسلامی هم همینطور، برای همین الان یه جوری کنیم یه کار کنیم امروز بگذره. خب بعد وقتی میری تو غرب میبینی یارو داره جاده میکشه تو وسط بیابونه، اصلا میگه آقا این مگه آدم مخش خرابه دیگه تو بیابون داره با... میگه آقا اینو میکشم برای اینکه 50 سال آینده ارتباط بین
فلان منطقه تا فلان منطقه درست بشه. اصلا تو فکر میکنی یه ساختمون میسازه یا لوله آب میکشه اون راه آب زمینی رو میکشه، تو میبینی اصلا روش خبری نیست، یا آقا اینو قراره بکشم 50 سال دیگه مردم استفاده کنه. خوب دقت کنین. پس من اول خود توضیح داستانو دادم که هر چقدر هوش انسان بالا رفته به آینده نگاه میکنه و از سکوی آینده به الان نگاه میکنه. این تعریف آدم باهوشه، حالا چه فردی چه اجتماعی. خشونت کارش چیه؟ خشونت ابزار حل معضل اختلاف، خوب دقت کنید، خشونت ابزار حل معضل اختلاف در پارادایم آدم کودنه یا حیواناته. دقت میکنی؟ حیوانات هم تو الان زندگی میکنن، حیوانات نه تو گذشته، نه میشینن فکر کنن پیروز چی شد، نه فکر میکنن 5 سال دیگه قراره چی بشه. تنها ابزاری که داره برای اینکه اختلافش رو حل کنه خشونت دیگه. خوب دقت کنی؟ آقا همین الان من یه دونه علف جلومه، تو هم وایسده اون طرف، یکیمون باید بخوره، میزنم تو بخورم تمام میشه میره به سلامت، صلوات بفرست بره، یکیمون قراره بخوره. دقت میکنی؟ پس توی این پارادایم خشونت ابزاره و عمل میکنه، بالاخره یکیشی باید ببره دیگه. دقت میکنی؟ ولی وقتی که شما میای فکر میکنی میگی من به آینده فکر کنم، بعد میگی که خب حالا من اومدم و اینو خوردمش، این جونور جلومو خوردم یا علفو خوردم، تنهایی که نمیتونم بقا پیدا کنم. دقت میکنی؟ اون حیوانه فکر نمیکنه اینجوری که میگه آقا من الان خوردم آخر شکمم پر شد راحت شدم. بعد وقت اگر میشست فکر میکرد که خب حالا من این طرف مقابلم که بمیرد بنده تنهایی تو این دنیا چه کنم، این بحث فکری که نمیتونه بکنه، پارادایمش پارادایم الانه. دقت میکنی؟ خشونت رو باید از این زاویه نگاه کرد که پاسخ به پارادایم زیستن در لحظه است. دقت میکنی؟ از اون زاویه نفی خشونت در واقع داره به ما یه چیزی رو میگه، میگه که آقا اون آدمی که داره یا اون پدیده، اون متفکری که داره به پارادایم آینده نگاه میکنه، اون نمیتونه از خشونت استفاده کنه، چون خشونت الان مسئله رو حل میکنه، آینده مسئله رو خراب میکنه یا ممکنه خراب کنه. عملاً همینطوره. مثلا فرض کنی تو روابط انسانی، فرض کن یه قدرتی بیاد همه قدرت‌های دیگر رو بزنه نابود کنه، مثلا بشه آمریکا، حکومت آمریکا مسلط بر دنیا بشه، درسته؟ خب وقتی مسلط به دنیا شدی یک ایرادی پیدا میکنی خود به خود، اینه که کامپتیتور نداری دیگه، رقیب نداری، درسته؟ همین عدم داشتن رقیب علامت چیز ابزار ثبوت تو خواهد شد. عملا هم شد دیگه، کورپوریشنه هی گنده میشه گنده میشه، میخواد همه ماشین های دنیا رو بسازه، درسته؟ وقتی همه رو ساخت چی میشه؟ کلپس میکنه. چرا؟ چون دیگه فیدبکی نداره، میگه آقا من ماشین میسوزم، حالا دلم میخواد ماشینم یواش را بره، درست میکنه که کیفیتش بیاد پایین، یعنی درون خودش دوچار ثبوت میشه. پس من میخوام برگردم به این خشونت و عجلت منطق ریاضیش، در واقع من اینطوری حساب میکنم که ابزار پارادایمیه که پارادایم زندگی در لحظه است و به خاطر همین شکست میخوره. اما چرا ادامه پیدا کرده؟ چون انسان هنوز کودنه، چون هنوز افق شیفت کردن از پارادایم لحظه به آینده رو هنوز تمرین کافی نکرده. انسان ها در کل هنوز بیشتر تمایل دارن در لحظه زندگی کنن تا در آینده زندگی کنن، و جامعه مدرن یکی از علامتاش اینه که در آینده زندگی میکنه و میفهمه آینده چیه، نقش آینده تو لحظه کنون چیه. خوب فکر کنید تو اروپا، فرق مردم اروپا و آمریکا و کشور غربی، یکی از فرقاشون اینه که برای امروز زندگی نمیکنن. این اون نکته بود که به نظر من پاسخ به اون سوال اساسیه که چرا هنوز ادامه پیدا کرده. حالا طبقات هستن، بله 100% هستن. این نظریه که من میگم رد نمیکنه
نقش طبقاتی بودن جامعه و قدرت طبقاتی و قدرت حاکمه رو، بلکه توی سطح وسیع‌تر و بالاتری بهش نگاه میکنه. یعنی کلن حتی نظام طبقاتی جامعه تو پارادایم لحظه زندگی میکنه. نظام طبقاتی اگر که انسان تو پارادایم آینده زندگی کنه، نظام طبقاتی مسخره است، عقب افتادگی ایجاد میکنه تو جامعه. ما این بحثو کردیم که کمونیسم و سوسیالیسم با نفی جامعه طبقاتی در واقع داره پارادایم انسان رو بالا میبره، گسترشش میده تو عرصه آینده، گسترشش میده. به این دلیل درسته، به این دلیل منطقی درسته، نه به این به دلیل احساسی که من خوشم میاد مثلا همه با هم برابر بشن. مثلا این نیست، این احساس نیست، این یه منطق دو تا چهار تاست. فقط خواستم این بحث رو روشن کن. خب آقای صالحی نیا، توی همین صحبتهایی که الان شما مطرح کردین، تفاوت بین جامعه مدرن، حالا اروپایی، آمریکایی بخواییم ازش نام ببریم، و جامعه عقب افتاده یا انسان پیشرفته و انسان که هنوز به اون درجه رشد عقلی نرسیده، و درجه استفاده از خشونتشون رو، اینجا من دو موضوع رو میخواستم شما برای من بشکافه یا سوالاتی که موضوعاتی که مطرح میشه. یکی، وقتی که ما میگیم موزن سیاسی فرهنگیه، بخشش سیاسیه که به اعتقاد من شامل حکومت میشه و شامل اپوزیسیون میشه، حالا چپ در نظر بگیریم، نقش اینها رو نشون میده و شکافتن و رسیدگی به این مسئله است. بخشش بخش فرهنگی اون جامعه هسته. اگر استاتیستیک، یعنی آماری، نمیخوام به این مسئله بپردازیم که در اونجا خشونت در خانواده، خشونت بر علیه زن، خشونت بر علیه بچه بیشتره، ولی در جامعه اروپایی هم میبینیم که باز همین انسان مدرن باز دست به این خشونت ها میزنه، علی رغم این که دولت و یا نظام سیاسی این رو رد میکنه، ولی هنوز درش وجود داره، هنوز قانونا مجازات میکنن، یعنی انسان رو نه به این که رشدش بدن، مجازاتش میکنن به خاطر خطای، و این هم جز زیر مجموعه های خشونت میاد. این رو شما از کجا میبینید؟ آیا این یک موزن سیاسیه که رژیم ها و حکومت ها به اون نپرداختن که این مسئله رو به شکل کامل حل بکنن، یا اینکه مسئله در بطن جامعه و مسئله فرهنگیه دو، یا اینکه سوم اینکه اون ذات انسانیشه، اون خشونتیه که به عنوان بیماری شما در اون انسان نهفته دیدین، که زمانی که امکانی برای اثبات خودش نداری و یا تثبیت خودش نداره و نمیتونه با کلام یا شیوه های دیگه به اون برسه، دست به خشونت میزنه. نظرتون چیه آقای صالحی؟ اول بگم که اتفاقا این سوال شما در واقع پاسخش رو باید همون علم خشونت بده، و خودش یه علم وسیعه دیگه، ولی من فقط یه طرح عمومی میگم. من میگم که لایه‌های اعمال خشونت وجود داره، و این لایه‌ها هر کدوم تو بسترهای مختلف به طور همزمان عمل میکنن. مثلا ما تو کشور اروپایی کمتر ظاهراً قدرت اعمال خشونت رو توسط حکومت به مردم میبینیم، درسته؟ حالا روانشناسای اجتماعی میگن که اتفاقاً حکومت همچنان داره اعمال خشونت میکنه، متای اعمال خشونتش مستقیم نیست، از طریق شیوه های غیر مستقیم انجام میشه. مثلا خب اون حکومت وایساده که از نظم سرمایه دفاع کنه دیگه، که تو کارگر بری کار کنی، جون بکنی، بعد بترسی از فردای خودت و اون سرمایه داره ندونه اصلا اون پول چی کار کنه باش. بچه های سرمایه داره معمولا میرن انقدر خودشونو به در دیوار میزنن و معتاد میشن اینا تا بترکن در واقع از زور بیکاری. خب در نتیجه من میخوام بگم که پس هنوز اعمال خشونت در جامعه طبقاتی به شیوه های دیگه اعمال میشه، منتها شیوه های غیر علنی تره، ولی اثر روانی خودش رو تو جامعه میذاره، ناامیدی رو تو جامعه روش میده، فقر رو تو جامعه روش میده، و بیکاری و بدبختی رو تو جامعه روش میده، و بعد تو لایه‌های بعدی خشونت مرتب
بازتولید میشه، یعنی تو رایه فرهنگی بازتولید میشه، چرا که مذهب و عقاید ارتجاعی و اعتقادهای ناسیونالیستی و نمیدونم ریسیستی و اینا مرتب روش میکنه و بعد تو عرصه فردی خشونت روش میکنه. یادتون نره که یکی از اشکال خشونت خودکشیه، یعنی آخر اون آخرین زنجیره خشونت اینه که آقا من به خودم خشونت میکنم دیگه. حالا بعضی خودشونو میکشن، بعضی میگن میبرن خودشونو، خیلی بامزه است، میسوزونن خودشونو. خب اینا نشون میده که این لایه های خشونت روی هم سوار شدن، خشونتی که تو ذات انسان تو طبیعت بوده، خشونتی که ساختاری شده و بر اساس جامعه طبقاتی بازتولید میشه، خشونتی که توسط فرهنگ ها در واقع تئوریزه شده و از نسلی به نسل دیگه منتقل شده و توجیه شده، توجیه شرعی شده، توجیه ایدئولوژیک شده. مثلا آنارشیست میره تو خیابون میگه من میرم حالا ماشینا رو آتیش میزنم که آخیش بشه، مثلا خیلی لذت ببرم، پدر صاحب بچه اوتوریتر در بیارم، مثلا این خیلی هم مثلا پوز میده که مثلا ضد حکومته، ولی خب این چی مثلا چه جور افقی رو میخواد برای جامعه به وجود بیاره؟ در صورت من میخوام بگم که پس توی یه سوال در مقابل سوال شما لایه های پاسخ وجود داره و همه به طور همزمان همو بازتولید میکنن. تازه جالب اینه که خشونت تو اون ماهیت پایین جامعه خشونت تو بالا جامعه هم تشدید میکنه، که یکی از اون بحثای مهمی که ما باید تو آینده توضیحش بدیم که 100% جنبشی که میخواد مثلا جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه میتونه و باید توی کاهش خشونت جمهوری اسلامی مؤثر باشه و نبوده تا حالا. خوب دقت بکنید، مثلا وقتی مجاهده میاد سال 60 میریزه تو خیابون با نمیدونم با بلید و اینا میخواد حکومت سرنگون کنه، خب این خودش عامل جهت دادن به حکومت برای اینکه سرکوبش رو بیشتر کنه، چون بلد ما باید بشیم که خشونت حکومتی رو به اصطلاح منیجش کنیم. خوب دقت بکنید که اون چیزیه که به اصطلاح حالا یه نظریه یه بحثی رو به اصطلاح به عنوان جنبش ضد خشونت، جنبش آزادی خواهی ضد خشونت، گرایش های بیشتر راست مطرح کردن، ولی خب اثرات خیلی بزرگی داشته تو جامعه. مثلا فرض کن جنبش مارتین لوترکینگ، خب بالاخره این تونسته یه حجم بزرگی از معضل اجتماعی جامعه آمریکا رو حل کنه، اومد جلو، حتی اومد خود حکومت آمریکا رو هم زیر سوال برد و بعدم کشتنش. ولی به هر صورت میخوام بگم ما باید برگردیم و همه اینا رو روش فکر بکنیم که چجوری ممکنه از پایین جامعه، از روابط جامعه شروع کرد و حکومت رو محاصره کرد، حکومت رو محاصره کرد با جنبش ضد خشونت. چجوری این کار رو کرد و حکومت دستش بسته بشه، دستش بسته بشه از اعمال خشونت، خودش موضوع در واقع علم به اصطلاح نفی خشونت به شیوه انقلابیه. خوب دقت کنین، چون من همطور گفتم دو افق در مورد نظریه ضد خشونت خواهد بود، یکی افق راسته یکی افق چپه. افق چپ میگه آقا باید بابا بیاد پایین تا مسئله حل بشه، یکی میگه بابا باید خوش خودش بیفته. توجه میکنی که اینو من فهم میکنم موضوع بحثای بعدی ماست که بهش بپردازیم. ممنون. دوست عزیزمون آقای علا احمدی صحبتی دارن، گوش میکنیم، بفرمین آقای احمدی. مرسی. من یک مورد میخواستم اینجا اضافه کنم که هم یک بحث است و هم میتونه یه سوال باشه درباره در واقع جنبش عدم خشونت و خط عدم خشونت. اینی که مهاتما گاندی در هندوستان کرد و در واقع اون چیزی که گاندی به مردمش توصیه میکرد و تونست و اون انگلستان رو در واقع تحت فشار بزرگی قرار بده، همون عدم خشونتی بود که مردم رو دعوت میکرد که با نیروهای انگلیسی صحبت نکنن، کالاهاشون رو نخرن و حتی اگه مورد هجوم یا
خشونت اونها قرار گرفتن مقابله به مثل نکنن و به اعتقاد خیلی ها این تونست در واقع کمر استعمار انگلستان رو در هندوستان بزرگ بشکنه. این رو چجوری شما میبینید؟ بله من اینو حتما تو بحثای بعدی مقداری بازش میکنم. جنبش ضد خشونت گاندی یه جنبش متناقضه تو تاریخ. این مدل جنبش ها کلن جنبش های متناقضن. علتش اینه که پیگیر نبود. گاندی یه کار به صلاح جراحی خاصی انجام داد. جراحیش این بود که در عین اینکه آروم آروم تلاش میکرد که استقلال رو از حکومت انگلیس بگیره، در این حال به صلاح تلاش بزرگی هم کرد که چپ جامعه هندوستان نتونه به صلاح پایان بده به نظام طبقاتی جامعه. یعنی درست این کاری که توی آفریقا این چی بود؟ تو آفریقای جنوبی این آقای ماندلا کرد و در واقع این گرایش های ضد خشونت این گرایش های نیمبند رفرمیستی هستن و این نیستش که ما نباید از اینا یاد بگیریم. اتفاقا چپ باید از خیلی از این چیزها یاد بگیره. مثلا فرض بکنید ما قیمت انقلاب رو باید پایین بیاریم دیگه تا مردم بخرنش. دقت میکنی؟ قیمت انقلاب اگه من ببرم بالا بگم آقا مردم همه سلاح بگیرین هی دایا وقت جنگه بدم، خب ما مردم میخوام برن سر کارش فردا. ترجمه میکنی؟ اسلحه بگیر و نمیدونم ما تا خون ندیم نمیدونم چی نشود و از این حرفا بگیم، قیمت انقدر میره بالا مردم میگن نمیخریم بابا، همین که هست بسمونه. دقت میکنه؟ یکی از معضلات جنبش انقلابی همینه که قیمت انقلاب انقدر بالا میبره خریدار نداره. دقت میکنه؟ حالا برای اینکه قیمت انقلاب رو پایین ببریم باید سعی کنیم بلد بشیم از شیوه های غیر خشونت آمیز استفاده کنیم. مثلا فرض بکنی اعتصاب عمومی بی تردید نقش اساسی تو انقلاب آینده ایران خواهد داشت، همینطور که تو انقلاب بر علیه شاه هم در واقع کمر شاه رو اعتصاب عمومی شکست. نه اینکه مردم بیان مسلحانه به جنگن نمیدونم قریه به قریه و ده به ده نمیدونم، از این حرفا که نبود، که محاصره نکردن که شهر رو از توسط روستا، اعتصاب عمومی کردن، نشستن تو خونهشون کمر شاه درق شکست. من میخوام بگم که پس این یه نمونه شیوه انقلابیه برای پایین کشیدن حکومت در حال اینکه از خشونت استفاده نمیشه. ما باید از گاندی یاد بگیریم، باید از مارتین لوترکینگ یاد بگیریم، باید شیوه های اینا رو بلد بشیم. حتی تو تظاهراتی که تو خیابون میشه باید بلد شیم روانشناسی اینا به کار ببریم که اون طرف مقابل که تفنگ دستشه همینجوری یهو رگبار نبنده به ما. باید بلد بشیم اینا رو دیگه. بعد در این حال هم باید حواسمون جمع باشه، یه نقطه باید بزنیم خدمتشون برسیم در یه نقطه معینی. دقت میکنی؟ یعنی بلد بشیم شیفت کنیم. دقت میکنی؟ و شیفت این باشه که مردم رو بکشونیم تو خیابون به اندازه کافی پتانسیل ضد حکومتی رو قوی کنیم که حکومت تو سنگر آخرش قرار بگیره، که وقتی تو سنگر آخرش قرار گرفت زدنش ساده بشه. خوب دقت میکنی؟ این فرمول بندی که چگونه از شیوه های غیر خشونت آمیز حد اکثر استفاده رو بکنیم، یاد بگیریم، شاگرد آقای گاندی هم باشیم، شاگرد آقای مارتین لوترکینگ هم باشیم، بلد بشیم این شیوه ها رو، در این حال بلد بشیم که چنج کنیم، سویش کنیم و بتونیم مردم رو تو نقطه معینی جهت بدیم برای اینکه تموم کنن داستانو. مثلا فرض کنید که سال 88 مردم ایران میتونستن تموم کنن جمهوری اسلامی رو، نزدیک شده بودن، فقط اون اراده و اون سازماندهی که بتونه تو روزای معینی تموم کنه جمهوری اسلامی رو اون نبود. جنبش سب دزدید بردش، توجه میکنی؟ ولی میلیون ریخت تو خیابون دیگه، جمهوری اسلامی لرزید، داشت آماده میشد فرار کنه، بیسیم میزدن به هم دیگه، میگفته آقا ما 6 تا منطقه تهران به هم به پیونده کارمون تمومه،
خب رسید به این نقطه، منطقه اون سویچ انجام نشد. سویچی که چی بود؟ دو تا پادگانشون رو بگیر تمومش کن، دو تاشون رو میگرفتی تموم بودن. توجه میکنی؟ در اینجا من فهم میکنم این اون نقطه هستش و 100% باید برگرده جنبش آزادی خواه و چپ، برگرده از اون شیوه هم یاد بگیره که بله باید یه کاری کن مردم. من ببین جمله رو خیلی دقیق تکرار میکنم چون خیلی بهش فکر کردم، باید قیمت انقلاب رو پایین آورد، قیمت انقلاب کردن که مردم بخرنش، هم مردم عادی. میبخشی سعید جان شما مطرح میکنید که ما باید قیمت انقلاب رو بیاریم پایین. آیا این ما هستیم که قیمت انقلاب رو تعیین میکنیم؟ یعنی آیا مردمی که بدون سلاح، سلاح گرم و یا سلاح سرد، بدون اسلحه توی خیابون اومدن و خواستار تغییر نظام و تغییر سیستم هستن، آیا این مردم هستن که قیمت انقلاب رو تعیین میکنن یا قدرت حاکمه هست که با تمام ابزار خشونت و سلاح گرم در مقابل مردم وایمیسه؟ و این رو باید چه کسی میتونه میزان این قیمت رو تعیین بکنه؟ من فهم میکنم اتفاقا این سوال خوبیه. جمهوری اسلامی و حکومت ها میخوان قیمت انقلاب رو تعیین کنن. این بازیه که داره اتفاق میفته. اونا هی میخوان قیمت انقلاب بالا ببرن. خب تا موقعی که ما، اول من تعریف کنم، ما مردم که مردم نمیتونن انقلاب رو جهت بدن، چپه که باید جهت بده. یعنی در واقع من خطابم به اون چپ جامعه است، سازمانده جامعه است، اونی که داره پیش جلوی جامعه حرکت میکنه. اون تا موقعی که قیمت انقلاب پایین نیاره، جمهوری اسلامی قیمت انقلاب بالا خواهد برد و انقلاب نخواهد شد. دقت میکنین؟ خیلی ساده است. هزار بار جامعه تو بحران میره، اعدام میشه، کشته میشه، قیامای کور انجام میشه، مردم عصبانی میشه، میان تو خیابون، پرسپولیس از تاج باخته، میگن مرگ بر خامنه ای. خب ولی هیچ جا نمیرسن. چرا نمیرسن؟ چون اون چپه که باید بیاد انقلاب رو تعریف کنه، قیمتش رو بیاره پایین، حضور نداره. تا وقتی نداشته باشه حضورش هم ما تعریف میکنیم دیگه، حضور تشکیلاتی، حضور سیاسی، حضور فرهنگی. ولی من میخوام بگم همینه. اون طرف میخواد قیمت رو بالا ببره. حالا یه ادم میان میگن که آقا جمهوری اسلامی تعیین کننده است. خوب دقت کنی، مثل اون دوستمون که دفعه قبل اومده میگفت اون جمهوری اسلامی خشونت میکنه. خب من میگم اگر که تو این افسار خشونت رو دست حکومت بدی، که همیشه باید بشینی خونه هی ناله کنی، میگه آی برادرم من دفعه کشتم، آی شوهر عمم کشته شده، هر روز بعد یه دونه سینه بزنی بگی چهار نفر دیگه کشته شدن، یا بیای بگی آقا جان قیمتی که من دارم میدم، این قیمتو من باید بیارم پایین. یعنی اراده گرایی و سازماندهی من باید بتونه این معادله رو جابجا کنه. خب در اینجا شما نگاه میکنی به همه انقلاب ها، میبینی تاریخ انقلاب ها تاریخ پایین آوردن نرخ انقلاب یا قیمت انقلاب توسط جنبش انقلابیه. هر موقع قیمتش بالا رفته مردم نشستن تو خونه. یعنی مردم این وسط خریدار دو قیمت هست. یکی قیمتی که حکومت تعیین میکنه، یکی قیمتی که جنبش انقلابی تعیین میکنه. اگر قیمت پایین بیاد جامعه میاد به سمت ما، اگر قیمت بالا باشه جامعه میره پشت جمهوری اسلامی. 6 تا ماسک میزنه همین الان دیگه توی تهران و ایران دارین شما، هر آدمی 6 تا ماسک داره. آدم ها اصلا خودشون نیستن. چرا؟ چون قیمت انقلاب بالاست، میرن تو تاکسی فوش میدن، بعدم فردا ریش میزنن میرن تو اداره میشینن پشت میزشون، انگار نه انگار که اون دیروزیه فوش دادن. توجه میکنی؟ بعد ما یه چپ میشینیم هی نگاه میکنیم میگیم، بعدم هی مینویسیم میگیم مردم ضد حکومتن. خب اگه این همه ضد حکومتن پس چرا جمهوری اسلامی سر کاره؟ پاسخش اینه دیگه، پاسخ اینه که قیمت انقلاب بالاست، مردم نمیخرنش، خیلی هم تو دلشون فوش میدن. ببخش. ممنون از شما. سوالها بسیار است. سوال در مورد باز هم بهتر شناختن خود خشونت تا چه مرحله‌ای
دولت ها مقصر هستن، همونجوری که توی برنامه مطرح کردیم، موزل سیاسی فرهنگی، نقش مردم کجاست، نقش نیروهای چپ کجاست و نقش کل اپوزیسیون چیسته، چگونه می شود نظام بهتری رو برقرار کرد بدون خشونت یا با خشونت کمتر و هزینه کمتری. سوال ها بسیار است ولی وقت برنامه ما رو به پایان است. اگر دوست عزیز دیگرمون آقای علا احمدی سوالی یا موضوعی رو ندارن که بخوان مطرح کنن، فکر میکنم بهتره که این برنامه رو در همین نقطه به پایان برسونیم و سوالات دیگر رو در برنامه های دیگر بهشون بپردازیم و نقش هر کدوم از نیروها و جریانات رو توی بحث بررسی خشونت و یا عدم خشونت و نقش دولت ها و مردم و یا موزل سیاسی و فرهنگی بیشتر بشکافیم. اگر دوستان موضوع دیگری رو ندارن که بخوان مطرح کنن، اجازه بدین برنامه رو به همینجا به پایان برسونیم. ممنون از حضور شما آقای سعید صالحی‌نیا که وقت شنبه ساعت 6 صبح رو در اختیار من و دیگر دوستان این برنامه و علاقمندانی که برنامه رو نگاه میکنن میگذارین. ممنون از شما آقای احمدی که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه میذارین، ما رو با نظرات خودتون آشنا میکنین و در شکافتن مقوله هایی که مورد بحث قرار میگیره به ما و دوستان ما کمک میکنین. ممنون از شما بینندگان عزیزی که تا الان با ما بودین و ممنون از نقطه نظراتتون و اعتقاداتتون و انتقادا و یا مطالبی که برای ما میرسید. ممنون از شما، روز همگی خوش. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبا لب از